من میرم تمرین مراقبه میکنم به خودم میام میبینم که وسط پریزنتیشن بستنم خب در اصل من دارم مراقبه نمیکنم یعنی اونجا از فضای مراقبه خارج شدم و در اصل دارم از مراقبه سو استفاده میکنم خب اینجا اعترافم هم اینه ولی نرفتم اون روز صبح مراقبه کنم که پریزنتیشنم رو ببندم چون اون فضای برام پیش اومده و صورت مسئله اومده و من هم همینجوری دیدم یه فضای خوبی زمان خوبی این دیسترکشن نیست میتونم بپردازم لفت و لاب دادم رفتم جلو خب ولی اگر آدم ای باشم مراقبه صبحمو که میکنم با تمام چالشهاش فکرام میاد میره نگاه میکنم میره یه تایمی رو جدا یه زمانی رو جدا میذارم برای اینکه همون جوری مستقر فهمیدم دیگه اگر میرفتم مراقبه دیگه به اسم مراقبه اون کارو نمیکنم میدون چی میگم میرم خودم در فضای آگاهی قرار میدم هی hey, مثلا چیزایی که حواسم پرت میکنه از محیط کم میکنم بعد اونجا چرا کوزی کورنره چون اونجا اونجاییه که دقیقا مثل با کاغذ فکر کردنه ولی قلم نداری یه فضای زیاد داری این مفهوم میاد اون یکی میره اینو میتونی به اون بچسبونی فضای تخیل و تصور فراهم میشه ولی باز تاکید میکنم این کاملا خلاف مراقب است چون من دارم مداخله و تفکر میکنم ولی چرا تو مراقبه این اتفاق پیش میاد چون کرمش زیاده دیگه تو نشستی بیکار فکر میاد خب ما که ذهنمون کرموه هرچی میاد تو الان یه چیزم به من ایده بگی بریفم کنی بدون اینکه من میرم سر مثلا جلسه بریفینگ قبل از اینکه قرار داد و ببندم شروع کردم بهش فکر کردن این همون اعتیاد ماست به فکر کردن دیگه من توی این اعتیاد توی مراقبه خیلی اتفاقا این اینو متوجه میشه آدم چون میبینه که ای وای پنج ثانیه از نفسم نگذشته من رفتم سراغ اون بریف اون بریف تموم شد رفتم سراغ اون یکی ولی اون کشمکشه برای اینه که من همینجوری کلم و ندم به هر بریفی که میاد سر راه میدونی یعنی افسار توجه هم دست خودم باشه اون میشه تمرین مراقبه کشمکش زیاد اگرم فهمیدم که اه، توی یه نشستی توی استقرایی توی چشپستنی توی فضای آگاهی میتونم تفکر بهتری داشته باشم یه ساعت دیگه ای رو میرم برای با اسم تمرین تفکر و ایده پردازی شخصی به اون اختصاص میدم coats are cold now